من فکر میکنم با دیدن این تئاتر و کار زیبایی که شده بود روش خیلی میدونم چقدر کار شده بود و این سرودهای زیبا همه اینها به این خاطر بود که ما رو کمی به فکر بندازه و عمیقتر در مورد این جمعه نیکو یا جمعت و صلیب بیشتر ما فکر بکنیم امروز در واقع یادآور محبت نهایی و بینظیر خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب یعنی امروز نوع محبت امروز هرگز در تاریخ چیه تکرار نشده یعنی پس اوج محبت بالاترین و بی ترین عمل محبت رو ما در چنین روزی در واقع دیدیم از ایسای مسیح بر روی صلیب وقتی نگاه میکنیم به اناجیل انجیل متا، مرقس لوقا و یوحنا و به آنچه که اونها نوشتن در مورد این روز ما میبینیم که ایسای مسیح متحمل واقعا رنج غیر قابل تصوری شد یعنی شما نمیتونید تصور بکنید رنجی رو که ایسای مسیح متحمل شد و آنگونه که اناجیل بهش اشاره میکنن و بار گناهان تمام بشریت رو بر های خودش حمل کرد برای تمام ادوار تا به انتهای تاریخ ببینید عذاب عیسی مسیح صرفا جسمانی نبود تاج خاری گذاشتن و مسخرش کردن و توف انداختن روش و نیزه زدن و این داستان ها فقط جسمی نبود بلکه روحی بود یعنی شاید روحن عذابی که عیسی مسیح کشید خیلی بیشتر از اون عذاب جسمانی او بود چرا؟ چون با میل و اراده خودش حاضر شد از خدای پدر چیه جدا بشه و این جدایی رو در واقع تحمل بکنه تا چه اتفاقی بیفته تا بشریت رو با پدر آشتی بده. و این رنج واقعا غیر قابل وصفی است جمعت و صلیب ما رو به یاد یک حقیقتی میندازه یعنی یک چالنجی ما رو به یک چالشی دعوت میکنه امروز که ما به یاد بیاریم واقعیت گناه رو و نتایج اون رو یعنی یک چالشیه برای بشریت برای انسان در چنین روزی به یاد بیارن که واقعا گناه اون حقیقت گناه واقعیت گناه و اینکه گناه چه نتایجی رو داره که ما من فکر میکنم همه ما سمرات و نتایج گناه رو به عینه شاهد هستیم در دنیایی که زندگی میکنیم اگر خوب به اطرافمون و به اخبار اینها نگاه بکنیم متوجه این میشیم و خیلی جالبه که انسان در این شرایط چشمان خودش رو بسته چون نمیخواد وارد این چالش بشه نمیخواد باور بکنه حقیقت چیه واقعیت گناه رو چرا؟ چون اگر قبول بکنه این رو پس باید, باید بپذیره که آنچه که هست نتیجه گناهه و چون نمیخواد بپذیره این وقایعی که هست وضعیت بشر اتفاقاتی که در اطراف ما میفته نتیجه گناه هستش و بنابراین جمعت و صلیب و صلیب ایسای مسیح رو انکار میکنه نمیخواد با این حقیقت روبرو بشه همینطور جمعت و صلیب دعوتی است است از همه ما که ما بپذیریم قبول بکنیم که خود ما هم چیه شکستیم بشر شکست خورده در شکست کامل زندگیش داره به جلو میره و نیاز به نجات دهنده و رهایی رو داره یک همچین پیغامی هم جمعه و سلیب به ما میده در واقع پس یک دعوتی است امروز دعوتی از بشریت و الا این نیست شما بریم قصه بخوریم بزنیم تو سرمون شما اگر نگاه بکنید قطعا اگر اشتباه نکنم در آسیای دور در فیلیپین و اونها ممکنه صحنه هایی رو ببینید که شاید تعجب بکنی یه عده صلیب بردوش در خیابان ها در حال حرکت هستن و ممکنه سینه هم بکنن مسیحیان و شما تعجب بکنید بگید ای بابا فکر می کردی مسیحیان هم از این کارا بکنن میکنن ولی واقعیت اینه که این روز دعوتی است که ما بپذیریم بشر و انسان ها بپذیرند که شکسته هستند و نیاز به یک نجات دهنده و یک رهاننده دارند و خدا رو شکر در چنین روزی که یک به ظاهر روز تاریکی است شاید برای همین در زبان آشوری گفتن چی جمعه رویت یعنی جمعه غم و غصه و عذاب و, و بعد خیلی ها به صورت سنتی خیلی کارها را هم نمی کنن در این روزه جمعه ما البته امروز یادمون رفت به شوخی البته حالا بعضی شاید ناراحت شن از دست من ولی اینجا خب کسی رو نداریم ما چند تا تخم هم شکستیم امروز تو خونه بعد با ریتا ما بار مزاح کردیم که ای دل قافه و خب بعضی تخمه نمیشکنن نمیدونم آدامس نمیجوان نمیدونم یه کارایی نمیکنن دیگه به هر حال حالا از این حرفا ولی در وسط این جمعه حالا عذاب و غم و غصه یا جمعه و صلیب که فکر کنم خیلی قشنگ و گود فرایدی که خیلی واقعا گود, گود، روز نیک روز خوبی است در وسط این تاریکی ما یک در واقع اون سوسوی درخشان امید رو همچیه ما شاهد هستیم ما چراغی از امید رو در وسط این روز تاریک میبینیم که چیه در حال درخشش هستش مسیح در واقع خودش رو قربانی کرد خودش رو مثل قربانی تقدیم کرد و شاید نشاید قطعا باید گفت بزرگترین هدیه ای رو که میشد به بشریت داد ایسای مسیح این رو داد چرا که با قربانی نمودن خودش هدیه و یا اون به پیشکش نجات و حیات جاودان رو برای بشریت چیه به ارمغان آورد و این بالاترین هدیه است که میتونه یک انسان در واقع از کسی بگیره نجات نجات ابدی حیات جاودان آمین چقدر عالی هسته چون بشر رو به ازمهلال زندگیش و رو به فنا داره میره و هیچ امیدی برای بشر نیست خیلی عجیبه و عیسی مسیح بالاترین و بهترین هدیه رو که ممکن بود به بشر بده در چنین روزی به ما هدیه میده با فدا نمودن خودش با مرگ خودش چرا که با مرگ عیسی مسیح ما بخشش گناهان خودمون رو چیه میابیم با مرگ عیسی مسیح در واقع زندگی ما ترمیم میشه زندگی ما در واقع یک آغاز نوعی پیدا میکنه برای همین ما میگیم من تولد تازه یافتم در چنین روزی که به عیسی مسیح ایمان میارم چون بخشش گناهان خودم رو پیدا میکنم و احیا میشه زندگیم و یک نوید جدیدی یک آغاز جدیدی در زندگی من شروع میشه پس اصولا خیلی خوبه که یه مقدارم تاریک بود اینجا تاریکی خوبم هست میدونستید چون باعث میشه کسی رو نبینیم دور برمون البته بعض موقع دوجمار هم نمیبینیم ولی اشکال نداره این کمک میکنه که ما یه مقدار تعمق بکنیم فکر بکنیم در مورد عمق این روز نه فقط فکر بکنیم به رنج مسیح که خیلی یا فقط به رنج مسیح فکر میکنن به, به اون زجر مسیح به اون جفاهایی که در واقع به ایسای مسیح در چنین روزی رسوندن من وقتی فیلم Passion of Christ رو که جدیدن هم گذاشتن تلویزیون نشون میدن من فکر کنم کارگردان دیگه گفته چیکار کنم که دیگه اوج اون رنج و عذاب عیسی مسیح رو نشون بدم و با واقعیتش با هم همین هستش چون شلاغایی که به مسیح میزن مثل معمولی نبود که مثلا تمام سرش یه میخای سربی چیزه که وقتی میزدن در واقع پوست رو چیه میکنه ولی خب دیدنش واقعا آدم اذیت میشه وقتی تو فیلم نگاه میکنه اون صحنه رو اما هدف جمعت و صلیب چون وقتی صلیب میاد آدم مرگ رو مجسم میکنه یا یا آشوریش خششه یعنی غم و قصه و آدم باز ماتم میکنه میخواد بزنه تو سرش اصولا در چنین روزی حالا نمیدونم در فرهنگای دیگه چطور هستش ولی آشوری همه میرن قبرستون همه میرن آرامگاه به دیدار عزیزانشون یعنی کلا در خیلی از ها شاید یک روز عزاست ولی من اینو میخوام به شما بگم ما وقتی تعمق میکنیم در این روز نه تنها باید به رنجهای ایسای مسیح فکر بکنیم بلکه باید به اون عشق و محبت شگفت انگیز ایسا بیندیشیم که در چنین روزی درسته میره روی صلیب با تمام اون رنجها و ها و آزارهای جسمی و روحی اما به خاطر عشقی که در واقع به بشریت داشت محبتی که به بشریت داشت میره روی صلیب. پس جا داره به نظر من در چنین روزی به جای که من بزنم تو سر خودم و گریه کنم و غم و غصه رو پیشه بکنم در چنین روزی من واقعا به حضور خداوند برم و سپاسگزاری های خودم رو شکگزاری های خودم رو فروتنی خودم رو تعهد مجدد خودم رو چیه صادقانه به پای او پیشکش کنم و بگم به او مسیح تو رو شکر می کنم که جان عزیزت رو دادی به خاطر من تا من چیه حیات جاودان داشته باشم تو رو شکر می کنم و من این آیه رو از یوحنا خیلی دوست دارم 3:16 که میگه زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خودش رو داد من وقتی تازه ایمان آورده بودم یه برادری تو کلیسا داشتیم این آیه رو هر وقت که دعوتش می‌کردن بیا کلیسا فقط همین آیه رو موعظه می‌کردن دو بار این آیه رو ایشون موعظه کرده و هر بارم این اینقدر رو خیلی کش میداد یعنی میگفت زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود فکر کنم هر چقدر ما این اینقدر رو کش بدیم باز چیه؟ کم کشش دادیم چون نمیشه میزانی اندازهی برای محبت خدای پدر در نظر گرفت ما این سفر رو در این جمعت و صلیب در این جمعه نیک که به ظاهر روز تاریک است حتی آسمان هم چیه تاریک شد وقتی عیسی مسیح روی صلیب بود اما این سفر در در این روز خاتمه چیه پیدا نمیکنه ما در این روز تاریک این سفر رو ادامه میدیم و تا به یک شنبه پر از نشاط و شادی و واقعا اوج محبت خدا رو میبینیم و اون اوج شادی و اون خوشحالی رو ما میتونیم اون روز چیه در روز یک شنبه قیام ما بچشیم و باید چقدر چقدر خدا رو شکر بکنیم و باید من با این تموم میکنم من عبدا صحباتم دو دقیقه بیشتر نبود ولی وقتی دیدم ما از برنامه جلوییم گفتم پس من برم جلوی مقداری پس من برای دو دقیقه حاضر کرده بودم امیدوارم هنوز من وقت دارم یه 20 دقیقه خب <applause> نشوخی میکنم من میخوام با این بریم خونه هامون امشب یه حقیقت بسیار عمیق هر روز با خودمون حمل کنیم لازم نیست من این صلیب خیلی زیبایی است اینجا واقعا برادرمون ادوارد واقعا خدا برکتش بده اینجا نیست خودش ولی خیلی عالی، خیلی لذت بردم. لازم نیست هر روز ما صلیبمون رو به این معنا حمل بکنیم، ولی یه چیزی رو باید همیشه با خودمون حمل بکنیم و به یاد داشته باشیم. هر روز. و اصلا اعتراف بکنیم هر روز صبح و اون این هستش که از طریق مرگ عیسی مسیح من زنده شدم. من زنده هستم به خاطر مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب دعا کنیم و با دعا خاتمه خواهیم داد فکر می کنم یک جعبه هدایا گذاشتیم اونجا مثل همیشه هیچ اجباری نیست و اصراری نیست ولی اگر کسی در قلبش هست خودتون راحت باشید روی اون میز کوچیک اونجا هستش پدر تو رو شکر میکنیم برای محبت ازلی و ابدی تو خداوندا تو رو شکر میکنم که برای هر سال وقتی به چنین روزی میرسیم به یاد میارم ای خداوندا و برای خودم تکرار میکنم و اینکه تو چقدر ما رو دوست داشتی چقدر این بشر خاطی رو محبت نمودی و از مرگ او در جهنم هرگز خوشحال نبودی و خوشحال نیستی ای خداوند تو رو شکر می کنم برای این چالش که تو ما را دعوت می کنی تا در این روز ای خداوندا واقعیت و حقیقت گناه رو دریابیم و متوجه بشیم که گناه چه نتایج فاجعه آمیزی رو همراه خودش داره تو رو شکر میکنیم کنیم ای خداوندا که تو در این روز در چنین روزی ما رو دعوت میکنی ای خداوند عزیز ما رو دعوت میکنی تا درک کنیم عمق محبت تو رو ای پدر آسمانی تو رو شکر میکنم که عیسی مسیح با تحمل اون رنج ها اون زجرها اون خفت و خاری رفتن روی صلیب تمسخر دیدن تمسخر دشمنانش ترک کردنش توسط دوستانش همه اینها را به جان خرید و بالاتر از همه اینها جدایی از تو پدر رو تحمل کرد تا ما رو نجات بده هدیه عظیم بی‌نظیر که هرگز نتونسته هیچ کسی به کسی بده تو به تمام جهانیان دادی ای خداوند عیسی مسیح تو شهید نشدی کسی جان تو رو به زور نگرفت تو یک انقلابی با آن معنا نبودی بلکه تو چون بره بی زبان جانت رو دادی تا ما ابدیت رو داشته باشیم سپاسگزار تو هستم خداوندا و این و این رو همیشه میخواهم هر روزه با خود داشته باشم و به یاد بیاورم و در این شب در این مجلس خداوند در این جلسه مبارک میخواهم ای خداوند شکرگزاری های خودم رو تقدیم تو بکنم عیسی مسیح به پای تو بریزم میخواهم ای خداوند عزیز یک بار دیگر اعتراف بکنم و بگویم که تو را دوست دارم و یک بار دیگر ای خداوند تعهد خودم را نسبت به تو ابراز کنم که تا به انتها تا به انتها ای خداوند تو را پیروی خواهم کرد و هیچ چیزی نه در راست و چپ اتفاقاتی که رخ دادند و خواهند داد و بی من بیخبر هستم و ما بیخبر هستیم قادر خواهند بود ما را از محبت عظیم و ازلی تو جدا کنند خداوندا غیر از اینکه جان خود را چون یک قربانی زنده و مقدس تقدیم تو کنم چیز دیگری رو ندارم که تقدیم تو کنم ای خداوندا پس بپذیر مرا و ما را ای خداوند عزیز و قول میدهیم ای پدر آسمانی که برای تو و برای پیشرفت ملکوت تو هرگز خست خاطر نشیم هرگز معیوس و نامید نشیم هرگز باز نیستیم و آنچه که در قدرت ماست و فیضی که تو میبخشی مسی که تو میدهی خداوند عزیز همه و همه رو به کار ببریم تا تو خداوند جلال بیابی در این دنیای تاریک و ما نوید و مجده نجات رو برسانیم و بگوییم لازم نیست در این تاریکی این جهان بمانید چرا که عیسی مسیح زنده است عیسی مسیح قیام کرده و عیسی مسیح امروز هم قادر است شما را نجات دهد حیات جاودان به شما عطا کند تا شادی حقیقی و واقعی را در او بچشید تو را شک می کنم برای یک شنبه ای که در پیش است ای خداوند عزیز تو را شک می کنم که تو بر مرگ و بر غور، گور زفر یافتی ای خداوند عزیز و تو رو شک میکنم که هیچ چیزی قادر نبود جلوی تو رو بگیره ممنون تو هستیم ای خداوند و تو رو جلال میدیم و میخواییم ای خداوند حضور مقدس تو در این شب با ما باشد و بماند تا روز یک شنبه قیام ای خداوند عزیز با همدیگر شادی کنیم و وجد و سرور نماییم به خاطر اینکه تو در قبر نماندی و تو زنده هستی این خداوند عزیز و امروز زنده بین ما حاضری این خداوند شاید ما با این چشمان تو رو نمی بینیم ولی تو هستی این خداوند و این برای ما کافی است چرا که ما دانسته و می دانیم به که ایمان آورده ایم به خداوندمان خداوند زنده عیسی مسیح um